درود دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای یوتیوب ایران استریم، آموزش یکی دیگر از سناریوهای بازی مافیا، سناریو باسپورس در اپ مافیا تایم در خدمت شما عزیزان هستیم با توضیحات آقای دکتر ماتین. در خدمت شما هستیم، بفرمایید آقای توضیح بازی سناریوی باسپورس بفرمایید. سلام، خسته نباشید میگم به شما دوستان عزیز، خوش آمدید به یک آموزش دیگه با هم ماتین. اومدیم با سناریوی جذاب باسپورس، یعنی این روزا همه باسپورس بازی میکنن. باش که تو مطمئنی؟ آره، حالا تو این برنامه پدرخوانه، ولی این روزا همه باسپورس بازی میکنن، یعنی بهتره به نظر تو باسپورس؟ آره، باسپورس خیلی، حتی تو این کافه مافیا هم همه باسپورس میزنن. نمیدونستم. حالا اصل بازی باسپورس ده نفر است. چیزه چرت و پرته بندازید دور، اصلش ده نفر است. سه تا مافیا داره، هفت تا شهرمند. حالا نقشه‌شون رو دونه دونه بهتون توضیح میدم. مافیاش، رئیس مافیا ناتو شیاد که مهمترین نقشش رئیس مافیاست. یعنی تو سناریوی قبلی مثلا رئیس مافیا اونقدر مهم نبود، ولی اینجا مهمترین نقشش رئیس مافیاست. رئیس مافیا مهمترین نقش مافیاییه. حالا چی کار میکنن؟ هر شب یکی رو میزنه که هر شب شات میکنه، میتونه شب یکی رو بزنه، استعلامش برای کارگاه منفی در میاد و محقق بهش ببنده، محقق به تنهایی بیرون میره. حالا نقش محقق رو جلوتر بگم. حالا سو دارید که اینجوری بیرون نمیره تو روز، مثلا باید چو نمیشه، نه کارگاه استعلامش رو میگیره، نه محقق میتونه بهش ببنده با خودش بکشه بیرون و اینجوری. حالا یه قابلیت دیگه ای داره این رئیس مافیا، اینجا یه قابلیت مشتی داره. میتونه مثلا یکی از یارا، من خوشم نمیاد ازش، مثلا من با این مجید یار شدم، از این مجید خوشم نمیاد، خیلی مثلا خودش رو شو میکنه، تو بازی داد میزنه میگه من مافیا، شب میام چیکار میکنم، این مجیده رو میکشمش، میدمش میام، شب این مجیده رو شاتش میکنم، یه شهروند رو میارم تو تیم خودم. حالا یا شهروند ساده یا رومینتن، اینجا یا رومینتن، یکی از اینا رو باید انتخاب کنم که بیاد تو تیمم. فردا این مجیدی که شو شده بوده، مثلا فردا همه میدونیم میخواد مجید بره بیرون، به جای اینکه بیام بذارم مجید رو بدن بیرون، میام مجیده رو خودم تو شب میکشمش، یکی دیگه رو میارم تو تیمم، یا شهروند ساده یا رومینتن. حالا این خیلی مهمه، یعنی باید حواست باشی که درست انجام بدی، یا حتما رو شهروند ساده یا رومینتن بزنی. چرا که اگه نزنی پدر در میاد، هیچ یار که نخریدی، هیچ یکی ایارات هم میره بیرون، پاره میشه دیگه. آره، خلاصه خیلی باید حواست باشه که حتما رو شهروند ساده یا رومینتن کارت انجام، که وقتی یکی ایارات میره بیرون تو هم یه دیار دیگه به تضافش. خب یه رئیس مافیا، مافیای دوم ناتوه. ناتو چی کار میکنه؟ میتونه نقش یه شهروند رو حدس بزنه، نقش یک شهروند رو حدس میزنه و اون شب دیگه مافیا نمیتونه مثلا سوداگری کنه یا شات بزنه. سوداگری همونی که بهتون گفتم که چی میکنه، یکی ایارش شات میکنه، به یه شهروند درخواست میده که بیاد تو تیمش، اونو بهش میگن سوداگری. و تو شبم اعلام میشه به همه که مافیا قراره سوداگری انجام بده. یعنی تو شب گفت مافیا قراره سوداگری انجام بده، روز شد یکی رفت بیرون، اونی که رفته بیرون مافیا بوده، که مافیا شب زده توش سوداگری کرده باشه. آها، یه چی دیگه از پدرخوانده شلام باز یادم اومد که بهتون بگم. پدرخوانده خودشو نمیتونه سوداگری کنه تا وقتی یاراش تو بازیان. وقتی که یارا شب بازی رفتن بیرون تنها شد، میتونه خودش رو سوداگری کنه، یعنی خود میتونه به خودش شلیک کنه، خودش بره بیرون، یکی دیگه رو بذاره داخل بازی جا خودش. اینا از اون ناتو هم که گفتم که نقش مثلا یارو رو حس میزنه، محقق، کارگاه، پزشک، رومینتن، بازپرس.
اگر نقشش درست حدس بزنه حتی سیو دکتر روش نمیشینه. یعنی من شماره 6 شب مثلا ناتوی میکنم بازپورس، شماره 6 بازپورس بازیه، اگر حتی دکتر سیوش بده بازم میره بیرون دیگه، داخل بازی نمیدونم مثل ضرب شست دیگه، مثل ضرب شست پدر. آره. میگم که قراره چیز شه، اعلام میکنه داخل بازی که قراره ناتوی اتفاق بفته. اینا اعلام میشن داخل بازی. شیاد، شیاد هر شب باید یه نفر انتخاب کنه. اگر اون کسی که انتخاب کرده باشه کارگاه بازی باشه، استعلام کارگاه دیگه کلن منفی میشه. مثلا من فهمیدم فلانی کارگاه، هر شب هم میتونی بزنی به هر کی، میتونی تا از روز یک تا روز آخر بگی من رو شماره 3 رو میخوام مثلا شیادی کنم، هر شب هی بزنی بشی. هر شب دبلیتی تو انجام میدی روش، اگر اون طرفی که انجام دادی کارگاه باشه استعلام براش منفی میشه. مثلا شیاد، تو شیادی استعلام تو کارگاه بگیری مثبت در میاد، ولی اگر تو شیادی تو رو کارگاه زده باشی استعلام تو دیگه منفی در میاد، مثبت نمیشه بس. یا حتی استعلام ناتوی تو منفی در میاد برای کارگاه، مثبت نمیشه. این از نقش شیاد. اینجا خدایش همه نقشاش خوبه، نقش بدی مثلا نداره تو مافیاش، ولی خود دیگه رئیس مافیا دیگه بهترین نقش. اون مافیا سادم خدا خاله تعداد بالاست که گفتم اصل این بازی 10 نفر است. 3 تا با مافیا، رئیس مافیا، ناتو، شیاد، 7 تا شهروند. حالا اینا هم براتون توضیح میدم. 2 تا شهروند ساده داره، یه رومیتن، یه محقق، یه کارگاه، یه پزشک، یه بازپرس. حالا رومیتن چی میکنه؟ هیچ. روز که هیچی نمیکنه. تو روز شهروند ساده است انگار. تو شب که میشه فقط یه جلیقه تنش داره که مافیا نمیتونه شاتش کنه. جلیقه تنش داره که 1000 دفعه مافیا بزنش بیرون نمیره. ولی تو روز اجماعش کنن بیرون میره. دیگه اینجوری نیست، مثل اون زره پوشه نیست که اجماعش کنن بمونه داخل بازی. تو روز هم اجماعش کنن میره بیرون. این هم از این. من میتونم یه سوال بپرسم تا نرفت جلو؟ بفهمم. یه سوال داشتم از خدمتتون استاد بزرگوار. بفهمم. من خواستم ببینم اگر تو این بازی مثلا تو همین حالا اپ ناتو بیاد یه نفر رو ناتویی کنه، پدرخوانده هم یه نفر رو شات کنه، چی میشه اون وقت؟ شات پدرخوانده میشینه. شما اگر اون بالاتره مثل اون چیز نیست که ضرب شست اگر شات کنی دیگه نمیتونی ضرب شست کنی. نه نمیتونی. البته اینم همونه دیگه تقریبا، اینم همونه. یکی آره، اونجا پدرخوانده دست خودشه که بخواد کارش انجام آره. بده. اینجا ناتوه، تو باید شب با پدرخوانده صحبت کنی، ولی اولویت با پدرخوانده است. آره، باید بگی تیرتو نزن، من میخوام ناتویی کنم فلانی رو با این نقش. خیلی هم حالا اگه پدرخوانده دوست داشته باشه شات نمیکنه، تیر نمیزنه تا تو ناتویی. بسیار عالی. خب اینتن هم که گفتم محقق خدایش بهترین نقش، اصلا آدم حال میکنه با این نقش. اگر تو شب یا تو روز بدنت بیرون، حالا بذار اشتباه شد، بذار از اول بگم. هر شب تو میتونی خودت به یه نفر گره بزنی. یعنی هر شب به جز شب معارفه که مافیا همو میشناسن، فرداش که بلند شدی تو میتونی خودت به یه نفر گره بزنی. مثلا میتونی شب دوم به شماره 3 گره بزنی خودتو، بعد مثلا شب بعدش بگی مثلا نظرت عوض شه، بگی نه شماره 3 به نظرم مافیا نیست، من خودم گره مثلا میزنم به شماره 5. هر شب میتونی عوض کنی. و اگر تو همون شبی که خودتو گره زدی مافیا شاتت کنه، یا تو روز بدنت بیرون شهروندا، تو مافیا رو با خودت میبری بیرون. اگر پدرخوانده نباشه، پدرخوانده باشه میگم خودت تنهایی میگم، یا شهروند باشه خودت تنهایی میگم. ولی اگر اون کسی که انتخاب کرده باشی مافیا باشه، یا شهیاد باشه، یا ناتو باشه، یا پدرخوانده سوداگرش کرده باشه دیگه، مثلا شهروندی بوده که مافیا شده، اگر این سه تا مافیا باشن تو رو بدن بیرون، شهروندا یا تو شب شاتیت کنن، اون یارو تو با خودت میبری بیرون. حالا یه فرقی داره، اگه تو شب شاتت کنن تو یارو با خودت ببری بیرون، فردا میگه این دو نفر کشته شدن، کسی نمیفهمه که تو محقق بودی اینو بردی بیرون، میگه این دو نفر کشته شدن.
ولی اگه تو روز اجماعت کنن بری بیرون، مثلا میفهمن دیگه، میفهمن که تو محقق بودی، فلانی رو با خودت کشوندی بردی بیرون، فلانی مافیا بود. این از بارده خیلی نقش جالبه، خیلی نقش جالبه، با آدم حال میدونه. آره جالبه. خب کارگاه هم خب گفتم که کارگاه همونه، همون بگو دوباره. فقط وقتی که هر شب استلام یه نفر میگیره، اگه پدرخوانده باشه منفی میشه، اگر ناتو شیاد باشه مثبت میشه، بهش میگه که این بازیکن اصلا عضو گروه مافیا است. اما اگر شیاد شب زده باشه بهش و این حتی استلام ناتو شیادن بگیره، باز بهش میگه عضو تیم شهر، درش منفی میشون داده میشه. آره پس بعد حواستون باشه یه جوری بازی کنید که نفهمه، که مثلا شیاد نفهمه تو کارگاهی، شب بیا زارت بزنه به استلامت منفی شد. این هم از پزشکم که هر شب میتونه یه نفر رو سیو بده، دوباره در کل بازی میتونه خودش رو سیو بده، هر شب یه نفر رو سیو میده، دوباره در کل بازی خودش رو سیو بده. این هم پزشک بازپرس. یکی دیگه از نقش‌های مهم بازی بازپرسه، واقعا اصلا تعیین کننده بازیه. بازپرس یک بار در طول کل بازی میتونه دو نفر رو انتخاب کنه. اون دو نفر فردا میان بازپرسی، نفری فردا تو روز اعلام میکنه، مثلا میگه شماره 4 و 5 داخل بازپرسی هم، نفری دو نوبت در خودشون دفاع میکنن. اگر که صحبتاشون به برای بازپرس چیز بود، قانع کننده بود، بازپرس میتونه لغو کنه رأی گیری، بگه نه مثلا نمیخوام رأی گیری انجام بشه. اگر قانع کننده نبود میزنه ادامه با روند بازپرسی و یکیشون حتما باید بریم. و آره دیگه بازیکن‌ها رأی میدن، هر بازیکن باید به یک نفر مجبور رأی بده و یکی از دو نفر میره بیرون، مگر اینکه رأی مساوی شه، مگر اینکه رأی مساوی شه، که اگه رأی مساوی شه جفتشون نتونه. این هم از این. حالا یه چند تا نکته داریم باز پرس. اگر تو شب دو نفر رو انتخاب کنی و اون دو نفری که انتخاب کردی یک نفرشون رو مافیا شب بزنه، فردا باز پرسی اتفاق نمیافته، لغو میشه، اصلا هیچی اتفاق نمیافته، ولی تو ابیلیتی تو داری هنوز، شب بعدش دوباره میتونی استفاده. مثلا داشتیم اینقدر زده مثلا به فلانی، فلانی هم همون رو شب مافیا شاد کرده، اومدن تو چهار نفر مثلا بازپرس دو نفر رو برده بالا دیگه. خلاصه داره باید حواستون باشه. و اون کسی که میره بیرون نقشش سایدش مشخص میشه، مثلا من شماره 4 و 5 رو بردم بازپرسی، شماره 5 از بازپرسی میره بیرون، همون موقع که میره بیرون میگه، میگه شماره 5 عضو تیم مافیا بود یا عضو تیم شهرم بود، نه سایدشو میکنه. این از این. و اگر شب شما دو نفر بزنید، دو نفر رو بخوای بیاری بازپرسی، خودت شات بشی، بازپرسی صورت میگیره و دیگه لغو هم نمیشه، دیگه لغو نمیشه، دیگه ادامه پیدا میکنه. شما نمیگه ادامه پیدا کنه، ولی ادامه پیدا میکنه. بعد با فورس در طول بازی یه بار میتونه از ابیلیتیش استفاده کنه دیگه، درسته؟ بله. خیلی هم عالی. این هم از باس فورس. گروه مستقلش هم که گفتن اگه ده نفر است، گروه مستقل نداره. حالا مگه دوست داشتید نقش مستقل بدونید، تو مذاکره گفتن. آره دیگه تو مذاکره گفتیم، برید از تو ویدیو مذاکره ببینید، نقش مستقل هم بهتون گفتیم. تشکر و سپاسگزاری و قدردانی میکنم از جناب آقای دکتر متین، خواهش میکنم، زحمت کشیدند، تشریف آوردند و در واقع شرکت کردند در آموزش سناریوی بازپرس از چنل یوتیوب ایران استریم. خیر مقدم میگم، تشکر میکنیم. بچه اگر از این ویدیو هم نهایت لذت رو بردید، حتما حتما چنل یوتیوب ایران استریم رو سابسکرایب کنید. بریم ببینیم متی چی ما بگه و ببندیم ویدیو. لایک ساب کامنت فراموش نشه. آفرین، دمت گرم، مرسی که بچه ویدیو رو دیدید، دمتون گرم.